بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف یک درس دیگی از فیزیک صنف هشتم تحت عنوان ساحه برقی. ساحه برقی. خب دوستای عزیز، پیش از این که سر درس بریم، یک بار عنوان یک معنا میکنیم. ساحه چی بود دوستای عزیز؟ ساحه یک جایی است که مربوط به یک چیزی بود. مثلا ساحه خانه یک نفر، ساحه صنف. مثلا این صنفتان است، داخل صنف میگیم دیگه. کسی که در داخل صنف ظروف میکنه، میگم که در ساحه صنف اینی مسئولیت داره استاد یا همگی که این درس. اگر یک کس در خارج از این صنف تون ظروف کنه، میگه دیگه با مسئولیتش با ما نیست، برای اینکه در ساحه ما نبود، او رفته در بیرون دانه دروازه یا در کجا ظروف کرده کار ندارم. ساحه رو فهمیدین، اما جای یا فضای یا جایی که به یک چیز محدود میشه. در مقناطیس یادتون است که داین روبا براتون گفتم که اگر ما یک آین روبا رو بانیم پیش روی خود، باز یک سنجاقه که به این نزدیک کنیم، این آین روبا جذب نمیتونه. کم 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 نزدیک کده بریم، دیگه میرسه کشش میکنه. اونو مانای چیست که در ساحه مقناطیس قرار گرفت. در کجا؟ ساحه. یعنی ساحه مقناطیس امو فضایی را یا جایی را میگه که مقناطیس یک چیز به طرف خود جذب میکنه. شالا که ساحه را اینال برق هم متداره. برق هم از خود یک ساحه داره، یعنی اگر در ساحهش قرار بگیره، اونمو ذره چارج داره دیگیر که در ساحهش قرار بگیره، او رو به طرف خود جذب میکنه. در صورتی که مختلف نو باشه، در صورتی که ام نو باشه، دفش میکنه. یعنی حتما او را بی تفاوت نمیمانه. انشالله دوستای عزیزی را درک کردم. خب به خاطر اینکه مفهومش مانا شد همین عنوان، حال باز اونمو گپای گذشته، امو تجربه کوچک و امکاناتی که در دستان است از امو شروع میکنیم. باز میلی پلاستیکی سو این دفعه دیگه ایرا دوستای عزیز، میلی پلاستیکی که به پوخانه ایرا نزدیک میکنیم، به یک پوخانه. تجربه ها ساده است، انشالله ایرا میتونین خودتان هم انجام بتین بسیار با سادگی. پلا نزدیک میکنین امی پلاستیکتون با یک پوکانه. اینال با نزدیک شدن میلی پلاستیکی را که با پوکانه نزدیک میکنین، یک وقت میبینین که پوکانه دور میشه، پوکانه دور میشه، دفع میشه. امی دور شدن من برای شما گفته بودم دفع کردن. دو تا نفری که متنفر از یک دیگه باشن، نمیخواین به هم نزدیک شید، دیگه خود دور میسازن، از یک دیگه خود دور میکنه، این دفع کردن. اینان ای تو فکر کنین که میلی این دفع میلی شیشه ای را که به پوکانه نزدیک کنیم، این چطور میشه؟ اینجا یک دفع میبینیم که نزدیک میشه. مانایش که چی به وجود آمد؟ جذب به وجود آمد. خب حالا هدف چیست از این؟ خب تجربه ساده است، میبینه آدم راستی کار رو بکنین، یک دفعه پوکانه رو به طرف خود کش میکنه و دیگهش دفع میکنه. اصل هدف چیست؟ هدف که اینجا بفهمین، هدف دوستای عزیز که اینمی دور و نزدیک شدن، همی دور و نزدیک شدن ساحی همی جسم برقدار رو نشان میده. ساحی یک جسم برقدار را نشان میده. این بسازت مهم هست، ساحه جسم برقدار. یعنی مانای چیست که امو میلی پلاستیکی که با پوکانه نزدیک کرده بودین که پوکانه رو دور ساخت، مانایش که یکی در ساحه دیگه قرار گرفته، در ساحه یک دیگه قرار گرفته. و امو میلی شیشه ای که نزدیک کردن با پوکانه که پوکانه رو کش کرد، جذب کرد، مانوشی که در ساحهش قرار گرفته. چی باعث شده که یک دیگر را جذب یا دفع کنه؟
یا قوه. یادتان است که من ایره گفته بودم براتان، این اینجا دیگه اصلا مفهومش آدم میفهمه. یا قوه دقیقا یادتان آمد؟ به این شکل اینه اصلی گفت. اینی جسمای چاردار فرض کنیم میره میله پلاستیکی بگیریم، ایره میله چی بگیریم؟ پلاستیکی. ایره بوقانه بگیریم. اینمی میله پلاستیکی و بوقانه یک دیگه خوده که جذب کردن. دوستای عزیز یک اینال ببینیم، میله پلاستیکی رو نزدیک کردین دور شد، دور شد، مانایش که یا منفی چارج شده یا منفی چارج. اینمی دور شدن منفی چارج شدن رو نشان میده. چی مانا؟ که چارچه ها امنو بوده. چارچه ها چی بوده؟ امنو بوده. اینال چارچه ها که امنو بود یک دیگه خوده که دفع کردن. اول خود در ساحیشون قرار گرفت، در ساحی یک دیگه قرار گرفت، همین دو جسم چاردار. و دیگه ای که یک دیگه خود دفع کردن با توسط چی؟ قوه. اینی قوهش محاسبه میتونه آدم، قوه دافع. قوه چی میگیم؟ دافع. یعنی اگر سوال شده که چقدر دفع کردن، اینی می قوه قابل محاسبه هست، به شرطی که باز اینی فاصله، فاصله بین این دو جسم چاردار آدم تعیین کنه و تعیین میتونه آدم که در کدام فاصله قرار گرفت. انشالله که دوستای عزیز ما مفهوم ساحه را فهمیدن. یعنی این طور خلاص بفهمیم که اگر دو جسم چارجدار در ساحه یک دیگر قرار بگیرن، یا یک دیگر را جذب میکنن یا یک دیگر را دفع میکنن، چی باعث میشن؟ یک قوه. اگر هم نو بودن این جسم های چارجدار، قوه دافعه است. اگر مختلف نو بودن، قوه چیست؟ جاذبه است. یک و دوم در ساحیشان قرار گرفته. او ساحه توسط چی تعیین میشه؟ اینی فاصله. در فرمول توسط اینی فاصله. این فاصله نشان میده که جسم در ساحی از او قرار گرفته یا نگرفته. جسم چاردار در ساحی یکی دیگه خود قرار گرفته یا نگرفته. ایناله در صورت میله شیشه ای چطور بود؟ F مساویس با کیو یک ضرب کیو دو بر آر مربع. ایناله اگر این مثبت چارج شده بود و این منفی چارج شده بود، مثل همون میله شیشه ای که به پوکانه نزدیک کردیم جذب کرد، اون مانایش چی بوده؟ مانایش چی بوده که میله شیشه ای مثبت چارج شده بوده. میله شیشه ای چی چارج شده بوده؟ مثبت چارج شده بوده، یعنی الکترون خود از دست داده بوده. و پوکانه چی چارج شده بوده؟ پوکانه، پوکانه مثبت چارج شده بوده. چیز پوکانه منفی چارج شده بوده، یعنی الکترون گرفته بوده، در حالی که میله شیشه ای مثبت چارج شده بوده، یعنی الکترون از دست داده بوده. یکیش الکترون داده، یکیش الکترون گرفته. اینا که فرمولش هم یاد نبودم، و عباراتش که در کتابتان است مفهومش اینمیست. ما فرمولا به خاطر نشکردیم که براتان توضیح شه. یکیش مثبت چارج شده، مانش که الکترون از دست داده. چی؟ میله شیشه ای. یکی دیگهش منفی چارج شده، یعنی میله، یعنی چیز پوکانه، او چی؟ یعنی او الکترون گرفته. یکیش الکترون داده، یکیش الکترون گرفته. پس باید قوه بینشان چی به وجود بیاد؟ جذب. چرا؟ یکیش منفی است، یکیش مثبت. چی قوه به وجود میاد؟ قوه جذب. قوه چی به وجود میاد؟ جذب. ولی چی وقت به وجود میاد؟ اینی دست گپ است، اصل دست نیست. چی وقت به وجود میاد؟ اینه که در ساحش قرار گرفته، که در ساحش. اینی فاصله نشان میده که آیا در ساحه یک دیگر قرار گرفتن یا نه. اینی که جذب شدن مانشی که در فاصلهش قرار گرفتن، در فاصله یک دیگر قرار گرفت. به طور خلاص یه تو براتون تشریح کنیم که دیگر فراموشتان نشه. اگه این فرمولا هم یادتان ماند خوب، نماند هیچ مهم نیست، عباراتی که در کتابتان هست مفهومش رو بفهمین. ببینین ساحه مانش که یک فاصله است، مثلا اینمی مارکر و اینمی مارکر، یعنی جا بای نظر یک فاصله هست. یعنی خب اگر همی دو مقناطیس می بود که یک دیگر تو جذب میکرد و یا دفع میکرد، ما چی میگفتیم؟ میگفتیم اینمی مقناطیس در ساحه ازی قرار گرفته،
حالا اجسام برقدار با هم فکر کنید، اینی میله پلاستیکی، این میله پلاستیکی، هر دو جسم چاردار اگر در یک فاصله قرار بگیره این دوتا که یکی از دیگه خود دور شوند، که دور هم میشه، چرا چارچه هم نو میشه، یا پلاستیک است یا پلاستیک است، هر دو چاردار شده در اثر چی؟ در اثر مالش دادن در پارچه پشمی کوره دگال یاد دارین، اینطور که به هم نزدیک شوند، به هم نزدیک شوند، اگر یک دیگر را دفع کرد مانایش است که یک در ساحه یکی دیگه خود قرار گرفته. و چی باعث شده که یکی از دیگر دور شده؟ قوی بینشان ایجاد شده. و این قوه، این قوه مربوط به چیست؟ مربوط به ایست که اینمی جسمای چارچدار چقدر چارچشان زیاد است، هر قدر زیاد بود قوی دفع هم زیادتر است. یک دیگه ساحهش مهم است که با چی فاصله از یک دیگه قرار گرفت. اگر فاصلهشان دور بود قویشان زیاد است، اگر فاصلهشان نزدیک بود باز قویشان چی است؟ کم است. قوی داره، درست؟ که ما شما در درس پیشتر هم اینه براتون تشریح کرده بودم، اگر رو شما یاد نماند حداقل اینمه قدر یادتان باید که این دو میلی پلاستیکی که امنو چارت شدن به یک فاصله قرار بگیره که یک دیگر را دفع کنن، اون امور را به نام ساحه برقیشان یاد بکنن. اگر یکی زی پلاستیکی و یکی شیشه ای می بود در این صورت باشه تو اینا را که به هم نزدیک میکنیم و هم در یک ساحه یک دیگر تو جذب میکنن، جذب میکنن در یک فاصله جذب میکنن، این همی ساحه یا همی فاصله که یک دیگه خود تو جذب کردن این همی را به نام ساحه برقیشان یاد میکنن. اگر تو با فاصله دور باشه هیچ سر یک دیگه خود کدام تاثیر نکنه، نه این در ساحه یک دیگر قرار نگرفتن. اگر در یک ای تو پیش نزدیک کده بریم در یک جا قرار بگیم که میادوش یک دیگه خود جذب کنه، میگم در ساحه برقیش قرار گرفته. در ساحه چیش؟ برقیش. ای که جذب کرده مانایش که یکیش مثبت چارج شده یکیش منفی چارج شده، ای که جذب کرده در ساحه یک دیگه خود قرار گرفته. انشالله که من تانسته باشم مفهوم ساحه برقی را برای شما عزیزا توضیح کرده باشم. این اگر مشکل پیش میاد بازم دقت کنین، بازم براتون میگم که خوبتر بفهمین. ببینین یک میلی پلاستیکی دیگه میلی پلاستیکی هر دوش جسم برقدار در یک ساحه قرار میدیم بی تفاوت هیچ نصر از این تا هیچ کمی نزدیک میکنیم، یک دفعه میبینیم که دور میکنن یک دیگه خود دور میکنن. چی مانا؟ یا پلاستیک است یا پلاستیک، یا منفی چارج شده یا منفی چارج شده، هم نوست باید یک دیگه خود دفع کنن. ولی این که در کدام فاصله دفع کردن، توسط چی؟ توسط یک قوی دافعه یک فاصله دفع کردن، اونم فاصله که یکی بالای دیگه خود اثر کردن که یک دیگه رو دفع کردن، اونمو را به نام ساحه برقیشان یاد میکنه. تشکر همونطورم قوی جذبش، تشکر از دوستای عزیز. فکر میکنم که انشاءالله من تانسته باشم مفهوم ساحه برقی را برای شما عزیزا مانا کرده باشم. حالا بریم این تا یک سوال برای شما وظیفه بتیم که کار کنین، باز دیگه مشکلتان حل میشه. این را سوال ما ایتور است که ساحه برقی را توضیح نموده و با مثال واضح سازید. این دوستای عزیز درس امروزتان، امیدوار هستم که استفاده کرده باشین. تشکر از توجهتان، تا ساعتی دیگه که در خدمت شما عزیزان قرار بگیریم.